خب درود دوستان، شب شما بخیر، خدا قوت، خسته نباشید. شما که دارید زحمت میکشید و پیام میذارید و کامنت میذارید، یه زحمتی هم بکش از وضعیت اینترنت از اقصا نقاط کشور بگید، حالا از هر کجایی که امشب بیننده برنامه ما هستید، استان فارس، اصفهان، تهران، گیلان، مازندران، اردبیل، زنجان، سیستان، بلوچستان، بندرعباس، از هر جایی که هستید یه زحمت بکشید امروز وضعیت اینترنت رو حتما الان برای ما یه گزارشی بکنید، چون خیلی برای ما مهمه که شنیدیم که واقعا وضعیت زیرساخت‌های وزارت ارتباطات، همین شرکت‌های عرضه به حضور شما مخابراتی و اینترنتی کلن ریخته به هم. میخوام ببینیم که امروز آیا واقعا وضعیت اینترنت در شهرهای شما، در استان شما خوب بوده یا خیر. ممنونم از شما. خب بعضی ها میگن که تهران افتضاست، گیلان هم افتضاست، ارزم به حضور شما لواسانات هم افتضاست، رشت افتضاح، کرج میگن خوبه. کرج جالب ها، اصلا برخوش کشور مستقل استان البرز، اصلا به یه برج هم نیست جمهوری اسلامی، همه چیزش یه جورای اوکی. دمش هم گرم، دم مردمش هم گرم، دم جووناش هم گرم، درود به شرف شما. خیلی ممنون. ما حتما این پیام ها رو دوستان عزیز که الان نشستید دارید میبینید اینها رو لطفا نوت برداری کنید، برای ما مهمه که بدونیم کدوم استان امروز به هر حال استاندارد بود نتش، نه استاندارد، استانداردهای گازوئیلی رژیم و بعضی از استانایی که افتضاح بود رو حتما یادداشت کن رضا بهم بده. خیلی ممنونم، دست شما در نکنه. بله نوشتن کرج خوبه، عالیه، درود به شرف شما، خسته نباشید، خدا قوت، امیدوارم که همیشه سر زنده و سربلند باشید و کانون گرم خانواده شما گرمه گرمه گرم باشه. اجازه بدید در ابتدای برنامه این خبر بود که الان به دست من رسید، این رو بذارید من عرض بکنم خدمت شما و بعد بریم برنامه امشب رو که برنامه داغی هم هست. لطفاً جایی نرید، دیگر دوستان رو هم دعوت بکنید که حتما پای برنامه امشب ما بشینن. ساعتی قبل خلاصه ارتش اسرائیل با همکاری دستگاه امنیتی و اطلاعاتی خودش تونست یکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس برومرزی ایران رو که اسمش سید رضا موسوی بود رو یک جورایی شکار بکنه و بحث خونسا سازیش رو بهش جامعه عمل بپوشونه. البته اینها یه چیز از حدود 7-8 ماه بود دنبال این شخص بودن، چون یکی از ارکان اصلی سپاه قدس برومرزی بود تو کشور سوریه که الان خبری رو که به دست ما دادن گفتن که همین ساعتی قبل همین سید رضا موسوی با 2 تا دیگه از همین سرداران سپاه که مشخصا هر کدوم مسئولیتی داشتن در سپاه قدس برومرزی در سوریه در یک خانه تو زینبیه، تو محله زینبیه که فکر کنم نزدیک دمشق باشه، اونجا توسط یک موشک هدفگیری شدن و به درک واصل شدن. حالا خیلی ها امروز میگفتن که، یعنی من داشتم خبرگزاری های نمیدونم این لبنان و نمیدونم سوریه اینها رو داشتم یک نگاهی میکردم، یه جورایی داشتم جلز و والز میکردم، میگفتن که سید رضی، البته سید رضا موسوی رو تو خود سوریه به عنوان سید رضی میشناختن، میگفتن ایشون سردار سپاسی که از فرماندهان عالی بود که با حکم خود قاسم کتلت منصوب شده بود 12 سال قبل در سوریه، ایشون مدیر پشتیبانی و لوجستیک کل تشکیلات سپاه بود که از جمهوری اسلامی تسلیحات نظامی و موشکی هر چیزی که می آمد توسط ایشون تقسیم می شد بین حماس و حزب الله و سوریه و یکی از ارکان اصلی بود که خلاصه اسرائیل با همون بحث شناسایی اطلاعاتی و جاسوسانی که در میان خود همین افراد در سوریه داشت، امروز این شخص رو با 2 تا از معاونین خودش که اونها هم از سرداران سپاه بودن در یک خانه ای عرض کردن تو زینبیه محله زینب، یکی از محله ها به نام زینبیه تو دمشق، به هر حال به درک فاصل شد. اجازه بدید من دیدم که المیادین هم اومد اینو
رو تیتر اولش گذاشت. من میخوام اینو از رو الان بخونم بریم موضوع بعدی رو داشته باشیم. ظاهرا ساعتی قبل اسرائیل یک شکار بزرگی رو که از فرماندهان سپاه قدس در سوریه بود رو خونسا کرد. فرمانده خونسا شده سپاه قدس در سوریه مغز متفکر انتقال تسلیحات به لبنان بود. خبرنگار شبکه المیادی وابسته به گروه تروریستی حزب الله لبنان عنوان کرد که سردار رضی موسوی از سرکردگان سپاه تروریستی پاسداران که توسط ارتش اسرائیل در سوریه کشته شده، طی سالهای اخیر هدف چندین سوء قصد از سوی اسرائیل قرار گرفته بود. گفته شده این فرمانده خونسا شده سپاه مسئول ارتباطات جمهوری اسلامی در سوریه و مدیر دفتر ارتباط دمشق و تهران بوده است. نشریات خارجی او را مغز متفکر عنوان کرده بودند که در انتقال تجهیزات از منطقه دمشق به انبار مهمات‌های حزب الله و حماس نقش مهمی داشته. عجب شکاری زدن ولی ها. اما باید تا ساعاتی آینده، من دیدم امروز همین ساعاتی قبل که این اتفاق افتاد، ارتش داشت در شمال سوریه، در شمال اسرائیل یه سری آرایش نظامی میدید، میگفت که مطمئنیم ما که جمهوری اسلامی بخواد مثلا یه سری حرکات تلافی جویانه انجام بده، ما برای هر اقدامی آماده هستیم و جلوی این قضیه خواهیم ایستاد. به هر حال یکی از فرماندهان ارشد بود، علی‌رغم اینکه قاسم کتلت رو کشتن، از بالا دستور رو داد، حالا خود خامنه‌ای بود کی بود، گفتن نه این سید رضا موسوی حتما باید فرماندهی رو اونجا داشته باشه و همه کاره ما و نماینده ما در سوریه باشه، که خلاصه نسخهشو چند لحظه پیش عرضم به حضور شما ارتش اسرائیل پیچوند. اما بریم برنامه امشب رو آغاز بکنیم، ببینیم اولش کجا بود، مفهومش نکرده باشیم. نه درسته عزیزان من، یک موضوعی رو میخواستم خدمت شما این روز عرض بکنم. آها این موضوع جوری به منم رفت داره و میخواستم قابل توجه ملا چپی مجاهد در مورد این افراد یه ذره با شما حرف بزنم که این چند روزه نمیتونن چرا تو کانال‌های خودشون، تو گروه‌های خودشون، تو چت‌های خودشون، تو گفتگوهای فضای مجازی خودشون گیر دادن به ما که پیمان بهبودی علی‌رغم اینکه مردم ایران شاهزاده رو نمیخوان داره یه جوری ایشون رو جا میندازه که بلند شه بیا. عزیزان من اگر خواب دیدید خیر باشه، اصلا نه من نه امثال من کاره ای هستیم که بخوایم شاهزاده رو با این همه پیشینه بخوایم حالا بیایم به مردم معرفی بکنیم. حالا به کوری چشم شما نمیتونید ببینید که ما یک آلترناتیو قوی رو داریم میگیم برای فردای گذر از این رژیم جنایتکار آخوندی. این شخص به عنوان آلترناتیو قرار بیاد در دوران گذار فرماندهی اون کشور رو به عهده بگیره، اونش دیگه به ما مربوط نیست. اما دیشب من یه مقاله‌ای رو داشتم یه جا میخوندم، یکی داشت خطاب میکرد به یکی از مدیران گروه که ما نسبت به اون آقا احترام خاصی قائلیم، عزیز ما هم هستن. دیدیم این آقا برای اون نوشته که آقای فلانی، شما فکر نمی‌کنید مجموعه حرکت‌های آقای بهبودی یک جورایی شک برانگیزه؟ مگه خود آقای شاهزاده رضا پهلوی نگفتن که من هیچ وقت دیگه به ایران بر نمیگردم؟ خب تو غلط کردی، یک همچین حرفی از زبان شاهزاده داری میزنی. شاهزاده هیچ وقت اینجوری نگفت. متاسفانه از اونجایی که شما انقدر آدمهای بی سواد و احمقی هستید که اون خمینی احمق، ببین شما چقدر چی میگن توهی مغز بودی که اون سر شما رو اول انقلاب کلاه گذاشت، الانم آمدید همینجوری بدون استناد به مسئله‌ای، به موضوعی آمدید، دیشب داشتید اینو مطرح می‌کردید. به هر حال من دوستان زیادی دارم که به من اطلاع میدن آقا فلانجا دارن در مورد شما صحبت میکنن یا فلانجا فلان مقاله‌ای در مورد شما نوشتن. من میرم میشینم حساس میشم. بله وظیفه منه، یک خبرنگارم، یک تحلیلگر مسائل هستم، باید برم بشینم ببینم که در مورد ما چه چیزهایی گفته میشه. رفتید آنجا گفتید که آره علی‌رغم این که شاهزاده رضا پهلوی گفتن که ما تحت هیچ شرایطی به ایران نمی آییم، آقای بهبودی میخوان به زور ایشون رو بردارن. آقا چرا جفنگ میگید؟ چرا مزخرف میگید؟ شاهزاده برید اون حرفشون رو، اتفاقا من امروز به بچه‌ها گفتم و زحمت کشیدن گذاشتن حرفای ایشون رو. ایشون برگشت گفت آقا من نه الان نه 100 سال دیگه به ایران بر نمیگردم که بیام تختش نمیدونم تاج تخت پادشاهی رو پس بگیرم و به زور بخوام سلطنت کنم. نه،
گفت مردم من رو انتخاب میکنن، این حق مردمه که به پای صندوقهای رای برن و آینده کشور خودشون رو انتخاب بکنن. ولی شاهزاده برگشت گفت که به محض اینکه سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی به وجود آمد و این اتفاق افتاد، من جزو اولین کسانی هستم که به کشورم، به وطنم، به خاک خودم برخواهم گشت. و بعد از اون ایشون الان سال هاست تنها شخصیت سیاسی که ما داریم میبینیم. خیلی آمدن چی میگن ریز پنچگی پیدا کردن، روغسوزی افتادن، کشیدن کنار، رفتن، فراموش کردن، ولی ایشون کسی هست که الان چندین دهه است داره شونه به شونه مردم بر علیه این رژیم جنایتکار و آخوندی مبارزه میکنه. کلی تا الان تئوری داده، کلی سیستم انقلاب، سیستم اجرایی بعد از سرنگونی رژیم رو گفته. در انقلاب زن، زندگی آزادی یکی از رهبران ارشد این حرکت بود. بعد شما ملا چپی مجاهدا آمدید دارید تحریف میکنید، یعنی یک مشت موش کور یک گوشه نشستید از بدبختی روزگار. نه مردم شما رو میخوان، نه خلق خدا شما رو میخوان، نه خودتون خودتون رو میخواین، زیرا آب خودتون هم که خودتون میزنید. اگرم الان بگیم که از میان خودتون یه رهبر پیدا کنید، آنقدر چشمی دیدن همدیگر رو ندارید که زیرا آب همدیگر رو میزنید. پس من به شما پیشنهاد میکنم خفه بشید، یه گوشه بشینید و گوشتون رو باز کنید، رو این استانهای کشور رو هر باری که دیدید مردم به کف خیابان میان و بر علیه جمهوری اسهالی شعار میدن، طرفداری میکنن از شاهزاده رضا پهلوی. یعنی مردم الان به این نتیجه رسیدن که تنها آلترناتیوی که میتونه بیاد این مملکت رو نجات بده و تمام دنیا هم این رو قبول دارن، به استنادش هم الان من در یه قسمت از برنامه میگم که یکی از مشاورین رئیس جمهور یک کشور اول قدرت در مورد شاهزاده رضا پهلوی همین امروز آمدن چی توییت کردن. پس شاهزاده رضا پهلوی این رو بدونید، در گوش خودتون رو فرو بکنید، عوض اینکه برید این ور اون ور بشینید تو گروه های چسمسخال طرفدار بشینید چند جور جفنگیات مختلف ببندید، بهتره یک عصر رو قبول بکنید در دوران گذار تا اینکه مردم به پای صندوق های رای بیان. ما یک آلترناتیو در حال حاضر داریم و اون شخص، شخص رضا پهلویه. تمام شد. من یک بارم آمدم اینجا برای همیشه به همه تون گفتم، گفتم آقا من نه اهل حزبم، نه اهل گروهم، نه اهل دستم، نه چپم، نه راستم، نه بالام، نه پایین. من از اولین روز گفتم، گفتم کوچیک مردم ایرانم هستم، نوکرشونم هستم، درد و بلای همشونم بخوره رو سرم. اگر من هم اینجا نشستم و دارم یه چند کلمه هر شب میام حرف میزنم و امیدواری میدم و خبرهای پشت پرده و کثافتکاری‌های این رژیم رو دارم رو طبق اخلاص میزنم، فقط به خاطر اینکه یک وطن پرست هستم. نه فردا اگر اونجا انقلابی بشه، شخص شاهزاده تشریف بیارن، حتی رهبر اون مملکت هم بشن، من نه الان نه 100 سال آینده نه دنبال پستی هستم، نه دنبال مقامی هستم. خدا ببخشه بیامرزه اون روح الله زم رو که خیلی ها دوستش داشتن، من هم دوستش داشتم، طرفدارش هم بودم، اتفاقا با هم برنامه رو شروع کردیم. ایشون یک برنامه‌ای رو تو سایت شروع کردن که اون موقع تو ترکیه بودن، منم رادیو دیلان رو شروع کردم. حالا اون بنده خدا می آمد، دوست داشت، میتونست مدیریت بکنه، همیشه علاقش بود، می آمد به مردم میگو آره در فردای انقلاب ایران من میام به عنوان رئیس سازمان صدا و سیمای کشور میشوم، اما من هیچ پخی نیستم مردم ایران، هیچی نیستم، نه سوادش رو دارم. حالا تعمدن یکی بلند میشه میره دانشگاه لیسانسی میگیره، ما هم از این امر مستثنا نبودیم، حالا یه چندین سال در ادارات مختلف مسئولیت داشتیم، این مال همون زمان ها بود. من الان دیگه آرد خودم رو علک کردم، علک خودم رو آویزان کردم، دنبال زندگی خودم هستم و الان باورتون نمیشه هر روز قبل از اینکه بیام جلوی دوربین بشینم و با شما صحبت بکنم، با خدای کنار قلب خودم این صحبت رو میکنم، میگم خدایا خداوندا، الان که میبینی وضعیت این مملکت خیلی به هم ریخته است، اگر میشه این انقلاب زن، زندگی آزادی رو هر چه سریعتر به پیروزی برسان. هزار بار هم آمین میگم. چرا میگم؟ یکی از این مسائلش اینه که وقتی این انقلاب به پیروزی رسید، به دست خود مردم رسید، مردم اوضاعشون خوب شد، جیباشون پر پول شد، سهولت و شادی و افتخار به کشور ما برگشت،
من عطایش را به لقایش میبندم، این کرکرم رو میارم پایین، بلند میشم میرم دنبال زندگی، نه دنبال سیاست هستم، نه دنبال پست و مقام هستم. لطفاً اینقدر تو گروه ها نرید جفنگ بدید که این آقا تطمیع میشود، این آقا فلان میشود. آقا جان من شغلم و تارم کارم و دارم زندگی من دارم، همه چیزم هم اوکیه. الان فقط به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک ایرانی میام جلوی دوربین، خبرهایی که به دستم میرسه که به دست شما نمیرسه یا قرار دو هفته دیگه برسه، من زودتر بیام به سمت نظر شما میرسونم. و همیشه هم خودم از صمیم قلب، از روی صداقت خودم، نه رو مکر و حیله و منافع خودم، نه به اون خدایی که شما اعتقاد دارید و من در کنار قلبم بهش اعتقاد دارم، من اگر میگم تنها آلترناتیوی که در حال حاضر برای کشور ایران شاهزاده رضا پهلوی خوبه، مطمئن باشید یک چیزهایی رو میدونم با اسنناد به یک حرفایی، نه اینکه من از کت شلوارش خوشم بیاد بگم حالا خوشتیپه، بگم عزیزه، بگم عزیزان من دنیا سیاست اینجور مسائل رو نمیطلبه. این شخص کسیه که کنیش، پیشینش، پدر بابایی، شاب و شاهزاده و اینها بودن و تمام دنیا این رو هم شخصیت حقیقیش رو هم شخصیت حقوقیش رو قبول دارن. و اگر فردا این آمد در رأس کشور ما قرار گرفت، مطمئن باشید تمام سران و سیاستمداران دنیا میان با این آقا پای یک میز میشینن، نه امثال مثل اون گرگ پیر مریم رجوی، نمیدونم، نه امثال مثل یک مشت اپوزیسیون گند کثافت اسهال گرفته ریب زده بدبخت. تموم شد، حالا بریم قسمت بعدی برنامه. اوف، خبر ویژه. حذف حماس با طرح مصر. رسانه‌های عربی گزارش دادند که مصر طرح 3 مرحله‌ای را برای پایان دادن به جنگ غزه پیشنهاد کرده. در این طرح پس از آتش‌بس حداقل 2 هفته‌ای یک دولت تکنوکرات در غزه تشکیل می‌شود. این مصری‌ها هم فکر کنم همچین اوضاع و احوال مساعدی ندارن، یا بازی رو خوب نمیشناسن، یا برای خودشون آمدن برای خالی نبودن عریضه یه حرفی زدن. تکنوکرات ها کیا هستن؟ چه کسایی؟ آیا به نظر شما واقعا حماس، جمهوری اسحالی، خرسالله و حزب‌الله اجازه میدن که خیلی راحت در نوار غزه مصر بیاد حماس رو با این اراذل و اوباشش بذاره کنار، یک گروه مثلا ژیگول کت شلوار کراواتی رو برداره بیاره که اینجا بشینید بخوایم یک دولتی تشکیل بدید و فلان؟ این داستان ها نیست عزیز من. این جور طرحا که امروز دیدم خیلی جاهام دارن در موردش صحبت میکنن، نه الان، نه 100 سال دیگه اینها به جایی نخواهند رسید. شما 2-3 هفته پیش رئیس موسادتون، نمیدونم رئیس دستگاه امنیتی اطلاعاتی مصر، رئیس CIA بلند شدید آمدید همینجا، من آمدم گفتم دیگه، گفتم آمدید تو یه دونه از این هتل‌های 5 ستاره اینجا نشستید، 3 روز مذاکره کردید، به این نتیجه رسیدید و مطمئن باشید این اجرایی خواهد شد. آمدید گفتید یکی 2 هفته ما آتش بس میکنیم، یه 40-50 تا از گروگان‌هایی که 110 تا پیش شما مونده رو به ما بدید، ما هم یه 70-80 نفر رو به شما میدیم و سلام مجددا، تو بزن من بگیر یا علی مدد. این داستانه. این که بیای دولت جدید فلان، این نه الان، 100 سال دیگه. تازه اون ور گدا علی، نمیدونم خرسالله، این ور سنبار، اسماعیل هنیه، خالد مشعل، اینها اگر موافق هم بشن بر فرض بر محال که نمیشن، این ور اسرائیل عمرن قبول نمی کنه. اسرائیل با 1,070 روز از جنگ گذشته آمده کل شمال رو گرفته، غزه جنوب هم داره میگیره، تمومش میکنه کلن، بعد بیاد دوباره بگه که آقا باشه من میام عقب، اراذل و باش دوباره بریزید، 2 سال دیگه حمله بکنید، بزنید دهن ما رو سرویس کنید. این اتفاقات نخواهد افتاد. اما بریم موضوع بعد. اکسپرس لندن گفت انگلستان قصد دارد حوثی‌های مورد حمایت ایران رو بمباران کند. سایت اکسپرس لندن نوشت انگلستان قصد دارد حوثی‌های مورد حمایت ایران را که اقتصاد جهان را تهدید کرده را بمباران کند. در یک طرح فوق محرمانه فرماندهی نظامی پیشنهاد کردند از پهپادهای آمریکایی و انگلیسی ریپر استفاده کنند. تمرکز اصلی آنها یک کشتی جاسوسی ایرانی به نام ساویز است که به گفته منابع اطلاعاتی حملات حوثی‌ها را هماهنگ می‌کند و اهداف را شناسایی می‌کند. اکسپرس نوشت
این به دنبال تصمیمی برای اعزام نیروهای ویژه انگلستان به پایگاه آمریکایی در جیبوتی در لبه باب المندب یک هفته پیش برای نظارت و جمع‌آوری اطلاعات از منابع داخلی یمن درباره موقعیت پایگاه‌های عملیاتی شورشیان صورت گرفته. خب اگه می‌خواستی بزنی دیگه چرا خودتون میگی طرح نمیدونم فوق محرمانه است؟ اگه فوق محرمانه است چرا دست اکسپرس لندنه؟ نمیدونم والا، اینها فقط متاسفانه دیدن که گوز بایدن گندگوزی میکنه، خامنه ای گندگوزی میکنه، اینا هم دارن برای خودشون گندگوزی میکنن. اون کسی که تو میدان زد اون حرفش قابل استناده. اما موضوع بعدی، به گفته مقامات اسرائیلی جنگ با حماس تا به امروز برای اسرائیل 18 میلیارد دلار هزینه داشته است. به هر حال خب اینم دلیل، یک دلیل بسیار محکم که نخواد با این طرح مصر موافقت کنه. تا 18 میلیارد دلار میای از خزانه خودت پول برمیداری میزنی پدر اینا رو در میاری، این همه هم تازه کشته دادی. همین دیروز یکی از تونل های استراتژی که تروریست های حماس رو پیدا کردن، 3 تا از این بندگان خدا گروگان های خودشون رو دیدن، اونا کشتن انداختن تو همون تونل ها، رفتن اونا پیدا کردن. مطمئن باشید اینها هیچ وقت با هم به نتیجه نخواهند رسید. پریشب هم بود، نمیدونم کی بود، این آمد آقای نتانیاهو آمد رفت پریشب، نه همه امشب آمد رفت تو مجلس، برگشت کنه ما تحت هیچ شرایط تا به اون نتایج خودمون و اهداف خودمون که همون سرنگونی نابودی رژیم، نابودی تروریست های حماس و دستگیری و الان یا کشتن اون یحیی سنواره، ما دست از جنگ بر نخواهیم داشت. اما خبر ویژه آخر، به دلیل غفلت سازمان قضا و دائی، آها اینو گوش کنید، اینو گوش کنید، بخوام بگم که این رژیم هیچ وقت اصلاح پذیر نیست، یک مش کثافت و حرامزاده داخلشون هستن، خون مردم رو دارن میمکن، داروها رو میخورن، شیر خشک رو میخورن، پول مردم رو میخورن، سکه ها رو میدزدن، اختلاس چند هزار میلیاردی میکنن. خب اینها هیچ وقت درست بشون نیستن، فقط سرنگونی. تنها راه علاج برای ما مردم ایران سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندیه که الان خوشبختانه پازل ها خیلی نزدیک به هم شدن. امروز هم دیدید که حسابی شلوغ بود کشور و این اتفاق به زودی خواهد افتاد. به دلیل غفلت سازمان قضا و دارو، غفلت چه عرض کنم، حرامزادگی شماست، الان توضیح میدم. به دلیل غفلت سازمان قضا و دارو و عدم نامه‌نگاری با بانک مرکزی برای تخصیص ارز به تولید کنندگان، این کالای استراتژیک با کمبود شدید مواجه شد و وزارت بهداشت برای رفع کمبودها 10 میلیون قوطی شیر خشک با قیمت چند برابری به کشور وارد کرد. خب یه حرام، آخه اگر شما این نظارتی داشته باشید، اگر این مملکت صاحب داشته باشه، اگر اون بی‌ناموس که میگه من رئیس جمهور شما هستم، حرام زاده، من جای تو بودم یه میله پرده برمیداشتم میرفتم میگفتم چه کسی باید این نامه رو میزد که بعد ما مجبور نشیم بریم شیر خشک چند برابری از کشورهای دیگه خریداری بکنیم و وارد بکنیم. میدونید که تو همین نام نگاری نکردن، یعنی مدیر کلی که باید نامه رو میزد که آقا اینا برن مواد اولیه وارد کنن که شیر رو ارزون به دست مردم بدن، همین که نامه رو نزده کلی رشوه گرفته، شما شک نداشته باشید. چرا؟ چون وقتی میرن 6 میلیون قوطی شیر خشک با چند برابر قیمت از بیرون میارن، میدونی چقدر براشون سود داره؟ میدونی چقدر سود؟ شما فکر میکنن اونا دلشون برای بچه ها بود، برای نوزادان و برای اون کسایی که شیر خشک میخورن دلشون برای اونها میسوزه؟ فکر میکنن اینا دلشون برای جیب مردم ایران میسوزه؟ یه کارگر از صبح بره زحمت بکشه تا تنگ غروب چندر غاز در بیاره، یه نون بخره، یه پنیر بخره، شیر خشک پیدا نیست، الان هم که شما رفتید با چند برابر قیمت وارد کردید، اون بنده خدا از جیب اون میده، اون باید از جیب خودش چند برابر بده یه شیر خشک؟ بس نشون میده شما ولد زنا هستید، شما حرامزاده هستید، شما نطفه حرام هستید، چون خامنه ای شما کثافت و الدنگ و حرامزاده دزده، تا این پایین هر کدومیتون تو این تشکیلات هستید حرامزاده و دزد هستید. 10 میلیون قوطی شیر خشک با قیمت چند برابری به کشور وارد کرد. اخبار رسیده حکایت دارد که ممکن است این بازار دوباره دچار مشکل شود. رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک میگوید ما
اسیر تصمیمات خلق و سایه سازمان غذا و دارو شدیم و این سازمان از 3 هفته قبل به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی نرخ ارز دولتی از 4,200,000 تومان را به 28,500 تومان تغییر داده. برای قرص‌های سرطانی، برای بیماران خاص، برای شیر خشک، اینا چیزایی که حیاتیه برای کشور ما، ارز 4,200 تومانی اینها نه، غیر قانونیه، 28,500 که میگن یوهو این کارو کردن. بعد این بیناموسا بلند میشن میرن برای نمیدونم چای و برای کوفت و زهرمار ارزهای 4,200 که اونجوری گندش در میاد چند هزار میلیارد. اینجا نشون میده که اینها میگن بعد ما مدیر عامل چای دبشو گرفتیم انداختیم زندان. اون یه مترسکی بیش نبود، اون یه دلغکی بیش نبود. از شماهایی هستید که این پشت قضیه هستید و میلیارد پول مردم ایران به جیب شما کثافت ها میره. اگر مملکت ما خداوند هم بهش برکت داد، هم ثروت داد، هم عظمت داد، همه چیز داد، اگر شما مدیران اسلامی دزد و حرامزاده یقه تا اینجا و نمیدونم انگشتر عقیق و تسبیح 1 متری که بره فلان جای شما، اگر دزد و حرامزاده و کثافت نمودید، الان مملکت ما گل و بلبل بود. این اتفاق در حالی رخ داده است که به گفته تولید کنندگان موجودی مواد اولیه در اکثر شرکت ها کافی نیست و تهیه ماده اولیه با نرخ جدید 7 برابری فشار نقدینگی زیادی به آنها وارد می کنند. باشه، به هر حال اون مرد تولید کننده است دیگه. حالا یه ذره اوضاع و احوالش خلاصه خوبه، یکی از ویلاهاشو می فروشه، تعمیر می کنه. این دودش تو چش کی میره؟ چش من بدبخت کارگری که شما حرامزاده ها آمدی تبلیغ کردی گفتی شب جمعه فشار بده یکی بیرون بیاد بشید 3 تا ما خرجشو میدیم فرزند آوری. ما بچه رو آوردیم، نه کنه مشما داره، نه شیر و خوش داره، نه قرص داره، نه شربت سینه داره، نه کوف داره، نه زهرمار داره. از چی نتیجهش چیه، خروجیش چیه، نشون میده که شما دزدهای کثافت به آن چیزهایی که از اول انقلاب به ما فرو کردی تا الان بهش عمل نکردید و همش دروغ بود و جفنگ بود. اما یه تلخندی رو دوباره دوستان زحمت کشتن، این تلخند رو نوشتن گفتن به من که اینا حتما بخونم ببینید چقدر جالبه. درست اصلا الان برمیگرده به همین داستان دزدی، این ماجرای شیر خشک و واردات چه میدونم پشت دست و اینها. میگه از امیر کبیر پرسیدن در مدت زمان محدودی که داشتی چطور این مملکت رو از هرچی دزد پاک کردی؟ امیر کبیر گفت من خود دزدی نمی‌کردم و نمی‌گذاشتم معاونم هم دزدی کند. او هم از اینکه من نمی‌گذاشتم دزدی کند، معاونانش را نمی‌گذاشت دزدی کند و تا آخر این قانون ادامه داشت. اگر من دزدی می‌کردم تا آخر دزدی می‌کردند و کشور تبدیل به دزدخانه می‌شد و همه هم به دنبال دزد می‌گشتند و چون همه ما دزد بودیم هیچ دزدی را محکوم نمی‌کردیم. علی خامنه‌ای یه حمام منصوری دزد و کثافت و حیله‌گر و کذاب و عقده‌ایه. وقتی اون هست معاونش هم هست، وقتی معاونش هم هست رئیس جمهورش هم هست، وقتی رئیس جمهورش هم هست اون دزد بیابان مخبر معاون اولش اون هم هست. خب وقتی بالا دزد باشه تا پایین همتون دزد و کثیف و حرامزاده هستید دیگه. اینو خود جناب آقای امیر کبیر برگشت گفت، گفت چون من اگر دزدی میکردم همه میکردن. واقعا اگر خامنه‌ای دزد نبود، دامادش، پسرش، خواهرش، مادرش، خاله دخترش، اینها اگر نبودن خواه تا پایین هم کسی جرأت خواهی نمیکرد دزدی کنه. ولی الان شما با پلاک خدا و امام زمان و فلان و بسار اینها ورود کردید، پا گذاشتید رو عقاید و اعتقادات این مردم ساده، الان 44 سال سوار شدید، دزدی کردید، اختلاس کردید، دیگه شاخ هم نمیکشید، نمیرید تا زمانی که مردم شما رو دومتون رو بگیرن بندازن دور. اما آها، این موضوع رو بذارید من به شما بگم. خیلی از من پرسیدن آقا پیمان نمیدونم امور مالیاتی اومد گفت که نه ما از مستاجرها نمیخوایم مالیات بگیریم. یه گروه میگن نه آقا اینا میگیرن، داستان چیه؟ من امروز رفتم یه لایحه‌ای بود توی یه جا تو همین لایحه بودجه، از یکی از بچه‌ها پرسیدم که آقا واقعا این اتفاق میفته یا نمیفته. نگاه کنم بذار اول اینو بخونم بعد بهتون بگم میفته یا نمیفته.
لایحه بودجه سال 1403 بیانگر آن است که اجاره نشین ها هم باید سال آینده معادل اجاره بهای 7 متر مربع از یک آپارتمان مالیات بدن. مثلا اگر 10 تومن اجاره میدن باید 1.5 میلیون هم مالیات بدهن. بالاخره یه جوری باید پول این اختلاس ها رو از یه جا در بیارن. خب حالا من امروز از این دوست ما پرسیدم، برگشت که آقا پیما شما شک نداشته باشید توی لایحه آمده که این مالیات گرفته بشه، حالا شایدم این گندش اینجوری در آمده، سر و صداش در آمده و اینها میترسن الان به مردم چیزی بگن جور دیگه بگیرن. گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا میای تو بنگاه میری خونه رو اجاره میکنی، قرارداد میبندی فلان، میگن که آقا اون به جای مالیات یه اسم دیگه ای روش میسارن. چه جوری الان بیلیارد روش همت گذاشتن؟ اینا بلدن دیگه تغییر سر کلاستر چی از این کار رو بکنن. میگه میان اونجا هم همین کار رو میکنن، ولی بودجه این کار رو هم دیدن، چون رفتن بررسی کردن دیدن که مردم الان قدرت خرید، دیدید که دیشب میگفتن در تهران همین الان متری آپارتمان شده 81 میلیون تومن و اگر یک کارگر با این حقوق و اینها بخواد یک خونه تو خاک سفید، خامنه ای بر پدرت لعنت، بر اون دینتون لعنت، بر اون آیینتون لعنت، بر اون پایین تا بالاتون لعنت که چه بلایی سر مردم آوردید. میگن آقا با آپارتمان که متری 81 میلیون تو تهران، میگه یه کارگر باید 100 سال کار بکنه تازه بره تو خاک سفید یه آپارتمان 40 50 متری بخره. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه تا یکی دو سال دیگه کل مردم ایران دیگه عمرن بتونن یه واحدی برای خودشون بخرن، خونه ویلایی زمین و اینا که دیگه رفت برای خواب و چه میدونم، یه آدم درست حسابی با یه کار دولتی، یه کار چه میدونم شرکتی عمرن دیگه بتونه این کار رو بکنه. خب اینها آمدن حساب کده و همون رو هم رسیدن، گفتم داروغه ما از سال دیگه، چون دیگه هیچ که قدر و قدرت خریده نمیدونم خونه اینا نداره، ولی بریم بچسبیم به اینهایی که میرن اجاره میکنن، حق امام رو از اینها بگیرید که انشاءالله به گلوتون تو گلوتون گیر بکنه. اما یک اختلاسی دیگر، یعنی یه شب نشد ما بیام اینجا بشینیم یک اختلاس رو نگیم. طی خبری شوکه کننده که امروز اعلام گردید برای سومین بار متوالی طی 10 روزه، این خواهش میکنم گوش بدید، من رفتم زحمت کشیدم، ماشین حسابم کار نمیکرد اینقدر که این عدد و رقم در آخر زیاد میشه و میخوام به شما ثابت بکنم که با این الان با این چیزی که میخوام به شما بگم، 3 تا اختلاس و دزدی و حرامزادگی این حکومت همین یکی دو ماه انجام شده، رفتم جمع زدم میخوام به شما بگم که چقدر سرتون کلاه رفته. طی خبر شوکه کننده که امروز اعلام گردید برای سومین بار متوالی طی 10 روز اخیر پس از اختلاس نجومی چای دفش و مفقود شدن 15 میلیارد یورو، این بار 8 میلیون سکه در بانک مرکزی ناپدید شد. انگار مثلا نخود لوبیا است، 8 میلیون سکه میگن در بانک مرکزی ناپدید شد. اگر من میگفتم فردا میگفتم پیمان بهبودی معاند اقدام علی امنیت کشور ضد فلان ضد ولایت الاغ فلان، داره دروغ میگه. خب اینو من نگفتم، این نماینده مجلس گفته. خب سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار حکومتی از غیب شدن 8 میلیون سکه طلا در خزانه بانک مرکزی خبر داد و همچنین امروز در جلسه علنی مجلس نماینده تبریز به افشای این خبر واکنش نشان داد و به صورت کنایه آمیز گفت 8 میلیون سکه در خزانه بانک مرکزی ناپدید شده و مثل چای دبش همه ساکتن، فقط میگوین کی بود من نبودم. داستان امیرکبیر. طبق نظر کارشناسان مجموع این 3 فقره اختلاس و دزدی بالغ بر 1.780 بیلیون و 568 میلیارد می باشد. چی شد؟ بالغ بر 1.780 بیلیون و 568 میلیارد تومان می باشد. این 3 تا اختلاسی که این حرامزاده ها کردن. خب؟ حالا این حجم غارت در تاریخ ایران عزیزان من بی نظیر است. قابل ذکر است که بودجه امسال، یعنی امسالی که الان دیگه داره به پایانش میرسیم، کلن 5000 میلیارد تومان بوده. خب
شاید بعد از شنیدن این خبر و درک بیشتر مطلب به مرز دیوانگی برسید، زیرا میزان این سه اختلاس و دزدی حکومتی به اندازه بودجه 356 سال ایران می باشد. حساب کتابا از مخیله آدم خارج میشه، آدم مخش خلاصه ببخش نمیتونم حرف بیادبانه زیاد بزنم، ولی خیلی اوضاع بیریخته، خدا وکیلی خیلی اوضاع بیریخته. اگر ما هرچه سریعتر اینها رو سرنگون نکنیم، اینها فردا میان آلات و متعلقات ما رو هم میخورن لام از سبا، یعنی بدجور هارن، بدجور گرستن، 44 ساله دارن میخورن بیناموز و هنوز سیر نشدن. خب امروز اعتراضات خیلی زیادی هم داشتیم و این خیلی جالبه. امروز دم بچه های استان های فکر کنم استان تهران بزرگ، نه تهران بود و استان گیلان، مخابراتی هاش بودن بازنشسته و باند آمپلیفایر رو اینا آورده بودن پشت باند با میکروفون چه فوشایی میدادن. دمتون گرم، خیلی جالب بود. پرستارا و مددکارا هم امروز آمده بودن. امروز معلمین در یکی از استانها با دانش آموزان جلوی مدرسه، جلوی استانداری رفتن، گفتن ما حق و حقوقمون رو میخوایم. پرستارا هم امروز دنبال حق و حقوق خودشون بودن. امروز شرکت ملی فولاد اهواز برای سومین بار رفتن، تعدادشون هم خیلی چشمگیر بود. عزیزان من، به گروه های مختلف، احزاب، سندیکاها، در هر کجایی که الان بیننده برنامه ما هستید در داخل کشور، به حمایت این عزیزان بیاین. حق شما هم داره خورده میشه. سال دیگه یک سال فاجعه باره. به کف خیابان ها بیاین و نسخه این رژیم جنایتکار آخوندی رو هرچه سریعتر ببندید. آقا من دارم خدمت شما عرض میکنم، من با بعضی از عزیزانی که یک سالهایی با اینها همکار بودم در مجلس، در وزارت کشور، در صدا و سیما، من روزانه با اینها ارتباط میگیرم. حالا مجبورن فعلا وایسن تا یکی دو سال دیگه بازنشست بشن یا آبباریکه، نه دزدن، نه حرام زدن، نه ایچی، ولی دسترسیشون خیلی بالاست، اشراف دارن و لطف میکنن روزانه خبرهای محرمانه رو به من میدن. میگن آقا پیمان وضعیت بسیار بسیار بغرنج و خرابه، اصلا نه پولی تو حساب هست، نه خزانه ای دیگه وجود داره، همه رو اینها خر و بابار خوردن. خروجیش آدم کجا متوجه میشه؟ در این سفرهای این مملکت شش کلاس سواد الدنگ، که همین امروز من دیدم ایران اینترنشنال گفت یه دونه از این خودشون از این سیاسیون آمد توییت کرد که آقای رئیسی مگه چه خبره، تو هر جایی که میری یک تیم سلایه 500 نفره محافظ با خودت میبری. یعنی فکر کنم این دیگه تو یه شهری بره نیاز نیست مردم بیان، چون عدم استقبال از این حرامزاده محرز شده. همین 500 تا محافظت بیان اونجا وایستن برات شعار بدن، خودش چی میگن جلوی دوربین رو حسابی برات پر میکنه. خب کسافر، تو از چی میترسی؟ خودت میای میگی ما ذوب در نمیدونم مردم هستیم، داریم برای مردم. خب وقتی تو داری برای مردم به خیال خام خودت که جفن میگی، دروغ میگی، کذابی، اگر واقعا داری برای مردم کار میکنی چرا میترسی؟ 500 تا محافظ در این آخرین سفر خودت برداشتی بردی که چی بشه؟ پول اینها رو کی میده؟ پول خورد و خوراک و شکم کوفت گرفته اینها رو کی میده؟ چرا تو چند لایه باید محافظ داشته باشی؟ ما الان تو همین کشور همین آقای صدر اعظم اینجا میخواد بلند شه بره یه سفر، رئیس جمهور اینجا میخواد بلند شه تو آلمان بره، میره تو یه مارکت خرید میکنه، نهایت یه دو تا دونه محافظ داره، دو تا، که اونم به خاطر اینکه یه دیوانه، یه الکلی، یه مستی نیاد مثلا یه کار غیر عادی نکنه. همین. و تو شش کلاس سواد بوگندوی آشغال مملکت رو به گو کشیدی، ولی میگی نه ما تو تمام نمودارها در رأس هستیم، در بالا هستیم. رفتارتون با گفتارتون کلن یک پارادوکس بسیار بزرگه و اینها نشانه های خوبی برای ما مردمه که شما واقعا ترسیدید و قافیه رو باختید و انقریبه که سرنگون بشید، من امیدوارم. اما در آخر برنامه قابل توجه ملا چیچی مجاهد،
ملا کفی مجاهد، مشاور ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، در توییتی ولیعت رضا پهلوی و سیاست‌های او را رفاه و آزادی برای ایرانیان دانسته و گفته اگر شاهزاده به ایران بازگردد آسایش برای مردم به ارمغان خواهد آورد. وی در ادامه سخنی از شاه رضا پهلوی را آورده است که میگوید هدف من زندگی است، هدف من روزی است که ایرانیان بتوانند آزادانه سیستم مورد نظرشان در آینده را انتخاب کنن. اینم به کوری چشم شماها که نمیتونید ببینید، میگید پیمان بهبودی داره تبلیغ میکنه فلان، تمام مردم ایران فهمیدن که تنها آلترناتیو این آقاست، این آقا اگر بیاد در کشور سهولت به وجود میاد و سلام. من شمید جانر بیمیرم، خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب در خدمت شما بودم. چه جالب تا این لحظه ما تعداد ما بسیار بالاست و همه هم دارن نگاه میکنن. من کوچیک شما هم هستم. خیلی ممنونم از اینکه هر شب ما رو حمایت میکنید و پای صحبت‌های ما میشینید. منم تمام زحمت خودم و این دوستان و عزیز ما ساعت‌ها میشینیم خبرها رو از اقصی نقاط دنیا جمع میکنیم، ترجمه میکنیم و به سمع و نظر شما عزیزان میرسونیم که انشالله مورد قبول شما قرار بگیره. من همه شما رو تا درود دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.